مجموعه جام جم همیشه از روزی که کار خودش رو در اردیبهشت 1379 شروع کرده در حوزه‌های مختلف پیشتاز بوده. از شکل و نوع طراحی خود روزنامه در سال 79، از راه اندازی زمائم روزنامه جام جم که یک ایده خلاقانه و نوآورانه بوده در زمان خودش، و کماکان در واقع ما به این حسن سلیقه در واقع مدیران اولیه جام جم پایبندیم و در واقع زمائم روزنامه داره در میاد، هم اینکه اولین روزنامه برخط و آنلاین کشور که مجموعه جام جم آنلاین بوده در واقع در این مجموعه راه اندازی شده، و بسیاری از اتفاقات دیگه‌ای که باعث شده روزنامه جام جم با اینکه دوره کوتاهی از فعالیتش گذشته ولی بتونه در بین رسانه‌های مکتوب نقش‌آفرینی قابل توجهی داشته باشه. الان هم نیاز هست ما بتونیم در واقع شرایط جدیدی رو، فعالیت‌های جدیدی رو در واقع برای مجموعه جام جم طراحی بکنیم تا بتونه به نقش خودش با انشالله کیفیت بهتر و بیشتری ادامه بده. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ما یک کوریدور صادرات برای دانش بنیان ها و خلاق ها ایجاد کردیم و گفتیم هر شرکت که توان صادراتی داشته باشه، همین زحمت خوبی که شما در جام جم برای شرکت های دانش بنیان و خلاق دارید میکشید، یعنی برایشون تولید محتوا میکنید، اونها رو آماده میکنید، ما در کنار زحمتی که دوستان در تولید میکشیدن، کار صادراتی کردن، پکیج ها و برندینگ اینها رو هم انجام دادیم و همین هفته روز سه‌شنبه حدود 60 شرکت دانش بنیان و خلاق به ریاست آقای دکتر ستاری حازم افریقا هستن برای فروش محصولات خودشون، درست در زمانی که اصطلاحاً تحریم های ظالمانه هست. نشان ایرانی دو که جام جم کارش رو انجام داده، یک کار فکر بکر بوده، زحمتی بوده که دوستان عالم من، دوستان سخکوش من در جام جم کردن. خب من از این بابت ازشون تشکر میکنم و از این طریق دوستان در کوریدور صادرات و در کوریدور حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق قرار میگیرن. در اون دفترچه‌ای که ما حدود 40 خدمت رو به شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق ارائه میدیم، جام جم رو به عنوان یک حامی در اون دفترچه قرار میدیم و از فردا انشالله شما شاهد این هستید که با مراجعه به سایت صنایع خلاق و فرهنگی و همینطور سایت دانش بنیان، دوستان میتونن جام جم رو هم به عنوان حامی خودشون اونجا داشته باشن. ما متاسفانه در حوزه رسانه در کشورمون خوردیم به حوزه‌ای که رسانه هنوز در دهه‌های قبلی رشد و بلوغ و در واقع تولید خودشون قرار دارن. حتما باید رسانه‌ها برن به این سمت که اکسلراتورها و مراکز نوآوری رو در درون و پایگاه خودشون به وجود بیارن. بنگاه‌های بزرگ مطبوعاتی در دنیا استفاده میکنن از فناوری‌ها و نوآوری‌های جدید. نمیشه جام جم خوب ما کارش رو ادامه بده که از هوش مصنوعی استفاده نکنه. نمیتونه جام جم ما کلیک خودش رو که در واقع بنیانگذار در حوزه دیجیتال بود، تپش خودش رو و موارد برندهای خورده برندهای خودش رو ادامه بده مگر اینکه بچه‌های استارتاپی بیان به کمک اینها. خب دانشگاه‌های ما بروندادهای خوبی دارن، ولی حتما باید در کنار منتورهای مثل شما دانشجویان قرار بگیرن، بچه‌های کارآفرین قرار بگیرن، بچه‌های نوآور و خلاق قرار بگیرن تا ما بتونیم استارتاپ‌های حوزه رسانه رو شکل بدیم. معاونت علمی با همکاری جام جم داره مرکز نوآوری مؤسسه و روزنامه جام جم رو راه اندازی می‌کنه. ما هر استارتاپی که در دل این مرکز نوآوری شکل بگیره رو ازش حمایت می‌کنیم. یک بخش سیدمانی داریم و یک بخش شرکتی. اونایی که از دل شما اسپیناف بشن، بیان بیرون شرکت میشن، ما شما رو مبادی قرار میدیم که خودتون بتونید اونا رو مبادی خلاق و امتیاز خلاق بودن رو به اونها بدید. از طرف دیگه هم شما میتونید در حوزه برندینگ خودتون ماژول هایی رو به در واقع روزنامه اضافه کنید که اگر من کرمی به هر دلیل از هر کانالی توی یکی از در واقع پایگاه ها و جایگاه های شما قرار گرفتم، نیاز نداشته باشید که برم بیرون. وقتی فرد مراجعه میکنه به روزنامه، سایت روزنامه و وبسایت های دیگه یا کانال های فضای مجازی، دیگه نباید شما اجازه بدید از اونجا خارج بشه. نشان ایرانی ایران ساخت آقای قندهاری نیا انشالله روز به روز در دل شرکت های دانش بنیان بدرخشه. 5500 شرکت دانش بنیان آقای عرفاتی و 1400 شرکت خلاق الان در جامعه ما دارن فعالیت میکنن.
300 هزار شغل مستقیم ایجاد کردن برای فارغ التحصیلان دانشگاهی ما در رشته و رشته های مختلف، همینطور چیزی حدود 100 هزار میلیارد تومان گردش مالی تو حوزه صادرات تازه اینا ورود پیدا کردن. انشاءالله اینا معرف فرهنگ و تمدن ایرانی هم خواهد بود، برای اینکه ما تونستیم تو فضای مجازی با اینکه از نظر جمعیتی شاید نفر کشور ما از نظر جمعیتی 16 در دنیا، ولی الان در حوزه زبان فارسی در اینترنت و فضای وب زبان 4. این نشون میده خلاقیت، توانمندی اگر بروز و ظهور و حمایت خوب داشته باشه میتونه اون جایگاه ها رو بگیره و من امیدوارم شرکت های خلاق ما، صنایع فرهنگی ما هم بتونن جایگاه خوبی رو در این عرصه داشته باشن.